سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضا نظربگی هستم، از کانال یوتیوب پروت آکادمی در خدمتتونم. جلسه دوم نرم افزار اکسل رو داریم. در جلسه قبلی یک سری موارد یاد گرفتیم، به صورت عمومی با محیط کل نرم افزار آشنا شدیم. حالا تو این جلسه ویدیویی میخوام یک سری موارد رو بهتون توضیح بدم که چطور میتونیم سلول ها رو ویرایش کنیم، اطلاعات وارد کنیم و اینجور مسائل. من اگر داخل هر کدوم از سلول ها بذاریم مقدارم زوم کنم بهتر ببینیدشون، کلیک کنم، یک بار کلیک کنم سلول رو برای من انتخاب میکنه. اگر دابل کلیک کنم اجازه ویرایش رو به من میده، اما اگر خالی هم باشه مشکلی وجود نداره. یه بار کلیک کردنم باعث میشه که من اجازه این رو پیدا کنم که تکستم رو بنویسم، مثلا بنویسم نوع محصول یا نام محصول، بعد اینجا مثلا میتونم بنویسم تعداد. یک بار کلیک میکنم و این کار رو انجام میدم. اینجا هم مینویسم قیمت، به این شکل میبینید. میتونم یه مقدارم جا به جا کنم اینا رو، بهترشون کنم. میبینید من اینجا اول باید کلیک کنم، بعد این A رو بزرگتر کنم، نام محصول بهتر به نمایش در بیاد. خب این مواردی هم که اینجا میبینید اگر روشون کلیک کنم و در قسمت هوم بخش تکستم، بخش ارنجمنت تکستم، روی گزینه میدل کلیک کنم، اینجا سنتر کلیک کنم، این رو سنتر میکنم، این رو هم کلیک میکنم، این موارد رو به میانه کار برای من بیاره. در ارتباط به تمام این گزینه‌ها صحبت خواهم کرد. بعد اینجا میتونم اسم محصولاتم رو بنویسم، مثلا بنویسم محصول یک، اینجا بنویسم محصول دو، اینجا هم بنویسم محصول سه. تعداد مثلا 5 تا دونه دارم، از این تعداد 7 تا دونه دارم و از این تعداد 2 تا دونه دارم. قیمت واحد هر کدومشون هم مشخص میکنم، مثلا قیمت این 5000 تومنه، قیمت این 10000 تومنه و قیمت این 20000 تومنه. به این شکل دارید میبینید قیمت ها رو میتونم مشخص کنم. هر کدوم از این موارد رو هم میتونم انتخاب کنم و بیارمشون وسط. این رو بهتون بگم، اگر موس رو ببرم روی سرگروه ها، روی اون ستون هام و یک بار کلیک کنم، کل اون ستون رو برای من بلاک میکنه. روی ردیف هم همین کار رو میتونم انجام بدم. مثلا روی ردیف 3 اگر کلیک کنم، ردیف 3 رو برای من بلاک میکنه به طور کامل، همینطور که میبینید. خب من بیام اگر C رو بزنم و دکمه سنتر رو بزنم، دوبار این کار رو انجام بدم، برای من تمام موارد رو سنتر کرد. چرا دوبار؟ به خاطر اینکه من تیتر رو وسط گذاشتم، مابقی موارد سمت راست. بار اول که کلیک میکنم همه چی رو به حالت دیفالت برمیگردونه و خاموش میکنه اون سنتر رو برای من. بار دوم که کلیک میکنم دوباره روشنش میکنه، میبینید، چون با هم تفاوت داشتن. اگر شبیه بودن که این اتفاق نمیافتاد، هم اول سنتر میکرد همه رو. این مورد رو هم میتونم کلیک کنم، همین کار رو دوباره براش اعمال کنم به روش سابق. خب پس من 3 تا تیتر به وجود آوردم، 3 تا محصول به معرفی کردم، تعداد رو مشخص کردم، قیمت هم نوشتم. هیچ فرقی هم نمی کنه، من حتی داخل این سلول میتونم عدد هم به جای عدد حرف هم بنویسم، مثلا 5000 ریال، 5000 تومان. ولی پیشنهادم بهتون اینه که شما این کار رو انجام ندید، بهتر عدد داشته باشیم. یا اگر میخوایم فرمول بنویسیم، اونجا فقط تمام مواردی که مربوط به فرمول دهی هستن رو بنویسیم. در ارتباط با این موارد حتما صحبت خواهم کرد در درس آینده که دوچار مشکل نشیم، چون اگر بخوایم جمع کنیم این موارد رو با هم در ستون پایینی به نمایش در بیاد، جمع به صورت خودکار و اتوماتیک، فقط اعداد رو در نظر میگیره و حروف ممکنه دوچار مشکلش کنن. بنابراین پیشنهادم اینه که اگر مثلا قیمت رو به ریال یا به تومان میخوایم بنویسیم، توی همون تیتر اصلیتون بنویسید که مثلا قیمت به چی. خب اگر من اینجا بخوام کلیک کنم و بنویسم، ببینید من تا اولین حرفم رو بنویسم، مثلا قاف رو بنویسم، حروف جدیدم جایگزین اون قبلی میشن. پس من اینجا میتونم بنویسم قیمت به ریال، مثلا داخل پرانتز بنویسم ریال، به این شکل. اگر بخوام محتویات داخل هر کدوم از اون سلول ها رو که اینجا هستن ویرایششون کنم، به جای اینکه بیام روش کلیک کنم و شروع کنم به تکست نوشتن، باید بیام دابل کلیک کنم روشون که دیگه تکست رو از اول ننویسم. مثلا این محصول شماره 2 رو اگر دابل کلیک کنم روش، به حالت ویرایش تبدیل میشه. من این 2 رو تبدیل میکنم محصول 5، دیگه نیاز نیست از اول بنویسم. شما ممکنه یه فرمول نوشته باشید، کلی هم زمان گذاشته باشید، بعد اگر حالت ویرایش رو انجام ندید، کل فرمول رو براتون پاک میکنه، از اول باید بنویسین. پس حواستون باشه که حتما دابل کلیک کنید به حالت ویرایش تبدیل بشه. مثلا من اینجا دابل کلیک میکنم، 7 رو تبدیل میکنم به 6.
اگر کارتون تمام شد میتونید روی یکی از سلول های جلو یا جای دیگه کلیک کنید، فرق نمیکنه هر جا کلیک کنید، اونها مورد از حالت ویرایش خارج میشه. اگر هم مورد رو تغییر دادیم، مثلا اینجا نمیشیم 9، دکمه اینتر رو بزنید، باز هم از حالت ویرایشی خارج میشه و به سلول بعدی میره. این رو بهتون بگم، اگر به سلول روبرویی میخوای منتقل بشین، دکمه تب روی کیبورد رو میتونید بزنید. من تب رو بزنم به مورد بالایی میره، دکمه اینتر رو اگر بزنم یه دونه میاد پایین، میاد پایین سر خط. البته کلیدهای جهت نما هم روی کیبورد به سمت بالا و پایین و چپ و راست کار رو سویچ میکنم، بین سلول ها جابجا میشن. اگر من دکمه پایین رو بزنم یه دونه میاد پایین، یعنی هر بار که بزنم یه دونه پایین میاد، سمت راست به سمت راست میره و مورد اروکی سمت چپ، چپ رو به ما نشون میده و بالا هم مطمئنا به سمت بالا میره. پس از کلیت های جهت نما هم میتونید روی کیبوردتون استفاده کنید، بالا پایین و چپ و راست. خیلی هم مهمه استفاده از کلیت های روی کیبورد در اکسل و ورد و کلا نرم افزارهای آفیس، خیلی کاربرد دارن، خیلی ازشون استفاده میشه. ممکن بیشتر از موس به مرور ازشون استفاده کنین، هم به خاطر اینه که سرعت کارتون رو خیلی میبره بالا، چون شما ممکنه سندهای زیادی رو داشته باشین و بخواین مدام تکست بنویسین، مدام فرمول نویسی کنید، جمع و تفریق و موارد مختلف انجام بدین و مطمئنا بین سلولا وقتی میخواین سویچ کنین، اگه همش از موس استفاده کنین زمانتون رو میگیره. پس حتما به کلیدهای جهت نما و کلیدهای کلی کیبورد عادت کنین در درس‌های مختلفی که دارم در ارتباط باهاشون صحبت میکنم. حالا اگر یکی از این موارد رو به حالت ویرایش در آورده، مثلا این محصول رو من بخشیش رو حذف کردم، یا مثلا اومدم محصول رو کلن حذفش کردم با بکسپیس، بعد پشیمون شدم، چه کاری میتونم انجام بدم؟ کاری که میتونم انجام بدم اینه که قبل از دکمه اینتر، قبل از اینکه اینتر رو بزنم جای دیگه کلیک کنم، اگر دکمه اسکیپ روی کامپیوتر رو بزنم، روی کیبورد کامپیوترم رو بزنم، ویرایش رو برای من کلن کنسل میکنه، لغوش میکنه و تمام اون تکستی که قبلا داشتم رو دوباره برای من برمیگردونه. بازم تکرار میکنم، اگر یه فرمول بنویسین یا اگه تکست بلندی رو داشته باشین و بخشش رو پاک کرده باشین، دوچار مشکل میشین. ممکنه یهو وسط کار نیاز به این داشته باشین که همه موارد رو کنسل کنید. دکمه اسکیپ به راحتی این کار براتون انجام میده که شما دوچار مشکل نشید. دکمه دیگه‌ای که خیلی به کارمون میاد دکمه دیلیت روی کیبورده. من هر کدوم از این موارد رو انتخاب کنم و دکمه دیلیت روی کیبورد رو بزنم، اون سلول رو کلن برای من همه محتویاتش رو پاک میکنه. اگر تکستمون زیاد باشه، اعدادمون زیاد باشن، فرمول نوشته باشیم، نیاز به این داشته باشیم که کلن اون سلول رو خالی کنیم، اگر دابل کلیک کنیم و بخوایم بشینیم ویرایشش کنیم یا مثلا شروع کنم بلاک کردنش، زمانمون رو میگیره. خیلی راحت میتونیم اون مورد رو بلاک کنیم، یعنی روی اون بلاک، روی اون سلولمون درست یک کلیک کنیم و دکمه دیلیت رو بزنیم که اون مورد رو به طور کامل برای ما حذفش کنه. حالا اگر بریم بالا در قسمت کویک اکسس که در ارتباط باهاش باهاتون صحبت کردم در جلسه ویدیوی قبلی، دو تا آیکون ریدو و آندو رو میبینیم. روی هر کدوم از این موارد اگر کلیک کنم، ببینید زوم کنم بهتر متوجه میشید، یک مرحله قبل یک مرحله بعد کار رو برام میبرن. خب من اگر آندو رو نزنم، ریدو رو برای من فعال نمیکنه. ریدو دقیقا مرحله بعدی رو به من نشون میده، خب من مرحله بعدی ندارم فعلا. اگر گزینه آندو رو بزنم، یک لول با هر بار کلیک برمیگردم و عقب و کاری که انجام دادم رو برای من برمیگردونه. یک کلیک دیگه اگر انجام بدم، این قسمت مطمئنم قیمت این پایین رو هم برای من به نمایش میذاره، برش میگردونه با کلیکی که انجام دادم. حالا اگر دوباره پشیمون بشم از کاری که انجام دادم، میتونم ریدو رو بزنم، یه مرحله بریم جلو و اون مرحله رو برای من حذفش میکنه. پس از این دو تا کلید هم میتونید استفاده کنید. کلید های میانبر برای این دو تا مورد، برای آندو کنترل زد روی کیبورد کنترل و زد هستش، و برای ریدو کنترل و وای روی کیبورد این کار رو انجام میدم. من کنترل وای رو اگر بزنم، برمیگردیم به سلول بالایی. حتی کلیک کردن رو هم ریدو و آندو برای شما مشخص میکنن. اگر روی فلششون کلیک کنم، تمام کارهایی که ما انجام دادیم رو برای من به نمایش میذاره. من تا 100 لول قبل رو هم میتونم برم چک کنم و ببینم. حتی زومی که انجام دادم رو ببینید، زوم رو هم برای من حتی مشخص میکنه. یا دوباره کلیک میکنم، برگردیم به موارد بعد، ببینید دونه دونه زوم ها رو به من نشون میده. تمام موارد رو میتونم برگردونم. همه کاری که انجام دادم رو با کلیک کردن در بخش ریدو و آندو میتونم انجام بدم. حتما با این دوتا گزینه کار کنید و بهتر متوجه خواهید شد که چه اتفاقاتی میفته.
اینا کارهایی بود که میتونستیم انجام بدیم، اینکه چطور داده ها رو وارد کنیم، چطور ویرایش کنیم موارد رو، درج و ویرایش داده ها رو به طور کامل یاد گرفتیم، ریدو و اوندو موارد مختلف رو با هم یاد گرفتیم. قسمت های کوچیکی رو هم بهتون یاد دادم از درس های آینده که مطمئنم بازم میریم سراغشون، بهتون میگم چه اتفاقاتی میفته. من اگر ریدو رو بیارم بذارم روی این گزینه، بریم سراغ این قسمت، لول آخر رو به ما نشون میده کاری که انجام داده بودیم رو. وسط چین کردن رو هم بهتون یاد دادم. یه موردی رو دیگر هم بهتون بگم، اگر من کلیک کنم و درگ کنم این سلول ها رو، فقط با کلیک و درگ باعث ویرایش نمیشه، باعث بلاک کردن این قسمت ها میشه. مثلا من میتونم این قسمت ها رو کامل بلاک کنم، تا جایی که درگ کنم موارد رو برای من بلاک میکنه. خب این بلاک کردن خیلی کاربرد داره. مثلا من میتونم این سه تا چند تا مورد رو با هم بلاک کنم، دکمه دیلیت روی کیبورد رو بزنم، همین موارد رو برام پاک میکنه. یه کنترل زد بزنم و بقیه این موارد دوباره برگردن. مثلا میتونم بیام سراغ بک‌گراندشون، این گزینه فیلد کالری که اینجا میبینید، و یه رنگ مثلا آبی براش مشخص کنم. یه جا دیگه کلیک کنم مشخص میشه. ببینید این بخشی که بلاک کرده بودم بک‌گراند همشون آبی میشه. در ارتباط بک‌گراند و رنگ تکست و موارد مختلف هم در آینده صحبت خواهیم کرد. اصلا عجله نکنید. تک تک این قسمت‌ها رو با هم یاد میگیریم. خیلی درس مونده که می‌بینیم جلو با هم کار میکنیم و ریز بریز سم نکات رو یاد میگیریم. ازتون در انتهای ویدیو درخواست میکنم، مثل همیشه دوستان عزیزم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، در کانال اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و لطفاً برام کامنت بذارید. دوستان عزیزم منتظر کامنتاتون هستم و همراه شما خواهم بود. متشکرم. موفق باشید.